تمثیل فکر هر روزینه کی اندر دل آید به مهمان نو کی از اول روز در خانه فرود آید و فضیلت مهمان نوازی و ناز مهمان کشیدن و تحکم و بدخویی کند به خداوند خانه هر دمی فکری چو مهمان عزیز آویدن در سینت هر روز نیز فکر را ای جان به جای شخص دان زان که شخص از فکر دارد قدر و جان فکر غم گر راه شادی میزند کارسازی های شادی میکند خانه میروبد به تندی او ز غیر تا در آید شادی نو ز اصل خیر میفشاند برگ زرد از شاخ دل تا بروید برگ سبز متصل میکند بیخ سرور کهنه را تا خرامد ذوق نو از ماورا غم کند بیخ کج پوسیده را تا نماید بیخ رو پوشیده را غم ز دل هر چه بریزد یا برد در عوض حقا که بهتر آورد خاصه آن را که یقینش باشد این که بود غم بنده اهل یقین گر ترش روی نیارد ابر و برق رز بسوزد از تبسمهای شرق سعد و نحس اندر دلت مهمان شود چون ستاره خانه خانه می رود آن زمان که او مقیم برج توست باش همچون طالع شیرین و چوست تا که با مه چون شود او متصل شکر گوید از تو با سلطان دل 7 سال ایوب با صبر و رضا در بلا خوش بود با ضیف خدا تا چو واو گردد بلای سخت رو پیش حق گوید به صد گون شکر او که از محبت با من محبوب کش رو نکرد ایوب یک لحظه ترش از وفا و خجلت علم خدا بود چون شیر و اثر او با بلا فکر در سینه در آید نو به نو خند خندان پیش او تو باز رو کعزنی خالقی من شر رو لا تو حرمنی انل من بر رو رب اوزعنی لشکر ما ارا لا تو عقب حسره لی ام مزا آن زمیر رو ترش را پاس دار آن ترش را چون شکر شیرین شمار ابر را گر هست ظاهر رو ترش گلشن آرنده است ابر و شورکش گلشن آرنده است ابر و شورکش فکر غم را تو مثال ابر دان با ترش رو ترش کم کن چنان با ترش تو رو ترش کم کن چنان بوک آن گوهر به دست او بود جهد کن تا از تو او راضی رود ور نباشد گوهر و نبود غنی عادت شیرین خود افزون کنی جای دیگر سود دارد عادتت ناگهان روزی برایت حاجتت فکرتی که از شادیت مانع شود آن به امر و حکمت صانع شود تو مخواند و چاردانگش ای جوان بوک نجمی باشد و صاحب قران تو مگو فرعیست او را اصل گیر تا بوی پیوسته بر مقصود چیر ور تو آن را فرع گیری و مضر چشم تو در اصل باشد منتظر زهر آمد انتظارش اندر چشش دائما در مرگ باشی زان روش استان آن را بگیرش در کنار باز ره دایم ز مرگ انتظار